به نام خداوند بزرگ توانا، سلام بر شما. امنیت بزرگترین مشکل دولت افغانستان بوده که دولت در حل آن عاجز بوده است. نیروهای خیزش مردمی و نیروهای نظامی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تا هنوز نتوانستند که موازنه قدرت را تغییر بدهند. طالبان در این اواخر توانستن با تصرف بیشتر از 195 ولسوالی در قلمرو خود پیشرفت های چشمگیری را داشته باشند. حتی تا شارگ اقتصادی بعضی بنادر را هم در اختیار خود داشته باشند. دولت افغانستان همچنان در اکثر ولایت ها کوی شبگردی را وضع نموده است. کار به جایی رسیده است که دولت با این آلت می خواهد که بیشتر تحریک طالبان را سرکوب کند. پیشروی طالبان تمامی مردم افغانستان را نگران کرده است. این گروه در جنگ با افغانستان، با دولت افغانستان و مردم افغانستان پیروز خواهند شد یا خیر؟ مقصر اصلی وضعیت فعلی افغانستان کی خواهد بود؟ این همه جواب سوال را از مهمان برنامه ما محترم الحاج امیدالله بیگ، نماینده منتخب ولایت سرپل در جریان خواهیم گذاشت. در آغاز سلام بر شما آقای بیگ، به برنامه از حرف تا عمل خوش آمدید. تا که مهمان برنامه ما را صدایشان به خود می داشته باشیم، این موضوع را همچنان ادامه می دیم. اما قسم که قبلا یادآور کردم، بر تمامی ولایت افغانستان دستخوش نامنی های اخیر بود که از ولایت ایرات نری الله اکبر مردم در مقابل طالبان تروریست شروع شد که این نری الله اکبر نماینگر حمایت مردم افغانستان از نیروهای امنیتی ارتش ما بود، که این خودش نماینگر از این بود که مردم افغانستان آماده نیستن، اجازه نمیتن که طالبان حکمروایی داشته باشند. ما در برنامه که امروز مهمان خود از نماینده مردم سرپل در مجلس با خود داریم، از ایشان این سوالات را مطرح خواهد کردیم که این خزش های مردمی و این حرکت های مردمی نمایندگی از چی میکنند و مردم تا چی اندازه از این وضعیت به تنگ آمدن و چقدر آماده هستند که در کنار ارتش استاد شده در مقابل طالبان تروریست بجنگند. جناب بیکسر سلام بر شما. بله سلام علیکم. به برنامه از حرف تا عمل خوش آمدین. در آغاز میخواییم از شما بدانیم که مقصر اصلی وضعیت فعلی افغانستان از نظر شما کی است که افغانستان را در این جایگاه کشانده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما از طریق شما با تمام بیننده های تلویزیون جهانی 24. البته که شما سوال بسیار خوبی را کردین. ما به عنوان نماینده ملت افغانستان در پارلمان کشور، مقصر اصلی جنگ ما خود امریکا را میدانم، چرا که ما را با دولت ما اینا یک تفاهم نامه را امضا کرده بود. این تفاهم نامه هرگز داده نشد. امروز مردم افغانستان به دشت کربلا رها کردن که امروز به داد ملت افغانستان هیچ کسی نیست که صدای از را بشنوه. امروز استخبارات های منطقه دنیا آمدن، هزار مملکت، تقریبا 20 مملکت آمدن که امروز ملت افغانستان ما را کشتارگاه روان بکنن و با حالت تصرف یک تلا جای هستن. خب همین دولت مردان میگفتند که اگر با رفتن دولت، با رفتن نیروهای امریکایی هیچ مشکل، هیچ چالش به دولت افغانستان پیش نخواهد شد. حالا چیگونه میبینیم وضعیت با چالش مشکل جدی روبرو هستند؟ دولت از زیادی ادارات خود از کنترل داد و همچنان این وضعیت، حتی وضعیت جنگ در داخل بعضی شهرها مثل ایلمند و قندار هم رسیده بود. شما چه فکر میکنید که مقصر تا اندازی دولت هم نیست که تا اندازی زیاد در این مورد کوتاهی داشته و در حالت که وضعیت خراب بود سربازا در محاصره قرار داشت و اونا با وجه اصلاش در شرایط رسیدگی نمیشد؟ شما میفهمید که ما در 1380 بعد از سقوط تروریسم بین المللی که
با کمک های جامعه جهانی که ایالات متحده امریکا در رأس بودن آمدن با بهانه تروریست اینا را سرکوب کردن و یک حکومت موقت را وجود آمد از این باز انتقالی پر از حکومت البته انتخابی. اینا در مجموع سلاحایی که اینا قبلا از اتحاد جماهیر شوروی و دسترس نظامی هایی که داشتیم اونا را دیدار کردن، از بابت تیارای بسیار پیشرفته بود، تانگای غلپایکر، بیمشانزه و اوراگان و اسکارتا را امریکایی ها جمع کردن با بهانه دیدار. امروز ملت افغانستان با دستشان هیچ یک سلاح پیشرفته وجود نداره. البته که تشکیل ما هم خیلی ها کوچک بود، تقریبا 3,50,000 قوه مسلح داشتیم، از این 30% از این را تنقیص کردن، ماندن 2,50,000. از 2,50,000 هم تقریبا با بهانه‌ای گریختن و کشته شدن، اینجا ماندن 1.5 لک نیروی قوه مسلح ما. امروز دولت ما زمینگیر شده، نیروهای قوه مسلح ما زمینگیر شده، هیچ به ولسوالی ها اینا کمک رفتن نمیتونه، به ولایت ها کمک رفتن نمیتونه، یه همه کار مقصر اصلی ما امریکا رو میدانیم. خب بازم به سوال برمیگردیم جناب بیگ صاحب، اکثر مردم به این باور هستند که رهبری افغانستان و خصوص رئیس جمهور افغانستان در جنگ با طالبان امین موضوع نگاه قومی میبینه، فکر میکنه طالب یک قوم خاص است و اونا را نمیخواد ارادی سرکوبشه نداشت، و حتی در زمانی که نیروهای امنیتی ناتو میخواست مناطق طالبان را بمباران کنه اجازه داده نمیشد. شما در این مورد چه نظر دارین؟ نظرتان هم میخواییم بفهم. دقیقاً این را میفهمی که مدت 43 سال است که جنگ در افغانستان سلاور هستند و استخبارات های منطقه در افغانستان سرمایه‌گذاری کردن و تا امروز هم نیروهای استخبارات های منطقه دولت های مختلف اینجا در بین طالبان و در بین مجاهدین سابق اینا می جنگیدن با نیروهای امنیتی با ملت افغانستان. بله من را تایید میکنم که البته که دو سال پیش از 1382 به ایسای جامعه جهانی که آمدن داخل افغانستان، بعد از دو سال هم شعله آتش دوباره از طرف طالبان آستا آستا شعلهور شدن. امروز میبینید که به دروازه شهر کابل، به دروازه داخل شهر هرات، قندهار، ایلمان، جوزجان، سرپل، فاریاب و در مجموع 34 ولایت آتش جنگ شعلهور شدن و تقریبا تا 3 سال پیش هم نمیگذاشتن که نیروهای قوه مسلح ما طالبان را سرکوب بکنن و تروریست‌ها را سرکوب بکنن، نمیگذاشتن، حتی اجازه نمیدادن. از این لحاظ نیروهای ما بسیار دلسرد بودن و از نگاه تجهیزات هم بسیار ضعیف است نسبت به طالبان. امروز گفتیم پیشتر هم که قوه مسلح ما زمینگیر شدن، همین باعث تقریبا ولسوالی هایی که از دست رفتن یک تعداد آدم های کم تجربه در رأس قماندان های قلوردو و قماندان های فرقه رفتن، اینا نتونستن جنگ مهار بکنن. از بابت همین که ولسوالی ها تقریبا به دست طالبان سقوط کردن، 200 ولسوالی، و امروز میبینید که تشرهای بزرگ ولایت افغانستان طالبان هجوم آوردن. شما خود در کابل حضور دارین، از ولایت سرپل اول دارین که ولایت سرپل در چه شرایط قرار داره؟ امیل از ولایت سرپل تقریبا داخل شهر نیروهای طالبان داخل شدن، از 4 استقامت تقریبا در حالت سقوط است. 95% خود مرکز سرپل به دست طالبان سقوط کردن و 5% به نایه دو نایه اول به دست طالبان ماندن، دولت ماندن. بسیار ببخشید، شما به عنوان نماینده مردم ولایت سرپل به اینجا وضعیت کشانده، چه اقدامایی کردین، چه کارهایی روی دست داشتین و چه فعالیتایی انجام دادین که وضعیت از این حالتش به طرف چرخش مثبتش بگردانین؟ شما میفهمید که نماینده ملت افغانستان از طرف مردم انتخاب میشه، این وظیفه‌اش مشخص است. وظیفه از این که قانون ساز است، یکی دیگر دوم از این ملت با دولت هماهنگ بکنن تا دروازه های گوشی که نمیشنه و دروازه هایش باز کنن تا صدای ملت به گوش او کسا برسن که گوش های شنونده ندارن. امروز ما تقریبا نماینده های مردم ولایت سرپل از نهادهای سکتوری امنیتی وزارت دفاع و امنیت داخله اینا را دیدیم و تا جایی را که اونا اجراد کردن، امروز بعد از اجرادش هم حتی تقریبا 30-40% مرکز ولایت سرپل طالبان به دست خود آوردن. بله سلام به شما و به دوستای عزیزی که صدای ما را میشنوه. البته که عرض بسیار خوبی زدین، اسدالله خالد وقتی که این نامزاد وزیر بود انتخاب شد به پست وزارت دفاع، عرفای بسیار
کار خوبی را داشت، امیدواری مردم افغانستان داشت که جناب خالص صاحب میتونه که جنگ مهار بکنه، جنگ مدیریت بکنه. مگر متاسفانه که یک مدتی به مریضی خود مصروف سرگردان شد، به خارج سفر داشتن، وزارت به سرنوشت بود و در وقتی که در سنگرهام که رفتن این توانایی رو نداشتن که مدیریت میکردن. مگر متاسف هستم از اینکه در شرایط بسیار اساس باید آدمای بسیار کارکشته ارکان حرب نبود، در چرا که نامش وزارت دفاع است، وزیر جنگ است. وزیر جنگ وقتی کسی شده میتونه که مثل مارشال صاحب دوستم، اینا میتونه که مثل مارشال صاحب دوستم وزیر دفاع باشه یا سرقومندانی علا باشه. اینا در این جنگ های استخباراتی اینا میتونه که جنگ مدیریت بکنه. این شما میفهمین، آگاهی دارین که در این مدت 20 سال جنگ های استخباراتی و نیابتی در افغانستان مردم افغانستان قرار گرفته. باید کسایی باشد در رأس جنگ مثل مارشال صاحب دوستم که اینا یک تجربه‌ترین از مردای جنگی افغانستان است که شما میبینید در افغانستان تقریبا ده‌ها کشور استخباراتی اینجا آمدن، همین تو یک شخص میبود بگم نه که مسئله اصلا خالد. با آمدن جناب جنرال صاحب محمدی به عنوان نامزد وزیر دفاع، حالا امیدواری های زیاد میره و شما به عنوان یک وکیل و یک فرد سیاسی کشور چی امیدواری ها را میبینین؟ آیا فکر میکنین دولت قدرت استاد شدن در مقابل طالب ها را دارن؟ انشالله طالب بیاری خدا ملت افغانستان امروز همه استاد شدن به یک صدا، نره الله اکبر، نره تکبیر گفتن که ما از قوه مسلح خود، از نیروهای دفاعی خود ما پشتیبانی میکنیم. شما ببینید در حقیقت وقتی که امریکا در اینجا بود همه مردم قتل سلا کردن، امروز مردم دستبخالی تقریبا نسبت به طالبان دستبخالی است. بازم اراده مردم بلند هستن، نیروهای مردم ما امروز بلند است، نیروهای قوه مسلح ما امروز بلند شده. با آمدن بسم الله خان محمدی امیدواری خوبتر برای مردم ما پیدا شده. حدوداً بیشتر از 10 ماه میشد به خاطر آوردن صلح دو طرف، هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هم طالبان در صلح در قطر نشست های متواتر داشتن و سر صلح چهنزنی میکردن و هنوز کدام پیشرفت موجود نبوده. شما چه فکر میکنین طالبان دولت افغانستان و دولت افغانستان طالبان را در این مورد مقصر میدانند؟ به نظر شما کیا مقصر اصلی از این هستند که در آوردن صلح بهانه جویی میکنن یا در این ای روند به خاطرش تلاش نمیکنن تسری نمیبخشن؟ البته که شما دنیا شما آگاهی دارین، دنیا آگاهی داره که پروسه صلح مدت 1.5 سال میشه که زلمه خلیزاد باعث نماینده ایالات متحده آمریکا گماشته شد که تا این بتانن که بین طالبان و بین دولت اسلامی افغانستان اینا یک صلح پایدار را بیاره. مگر متاسفانه که چندین مملکت زلمه خلیزاد سفر داشته که مثل که ازبکستان بود، قطر بود و خود یک تعداد ممالک های دیگه، مگر متاسفانه که یک چراغ سبزی هم از طرف از جانب طالبان نشان داده نشد که تا بیا یک آتش بس کلی را اینا تفاهم بکنه و جنگ خاتمه بدن. مگر هر روز شما میبینید که جلسه در قطر ادامه دارد، جنگ و برادرکشی در افغانستان هر لحظه ادامهش بیشتر بیشتر شده رفت داره. شاره های لمبر یک همه ولایت ها با همدیگر قطع شده. این روز نمیتونه که مردم افغانستان از این ولایت به یک ولایت دیگر با دل آرام سفر بکنن. دقیقا در این اواخر ولایت های شمال شمال شرق دستخوش نامنی های متواتر بودن و تا امروز بعضی شرای شمال که قبلا ولایت های امن کشور محسوب می شود امروز دستخوش ناامنی های شدیدی است، مثل ولایت سرپول، ولایت جوزجان، زادگاه مارشال صاحب. اینا خبرهای خوش هم در راست که میگن که مارشال صاحب از طریق بندر ایراتان وارد مزار شریف شده. با این وضعیت که افغان در افغانستان جریان داره، بخصوص در ولایت های شمال، آمدن مارشال صاحب شما چقدر به تغییر مثبتش خوشبین هستین؟ خب اینطور است که اینجا میفهمی که استخبارات ها پیشتر هم گفتی استخبارات های منطقه بسیار تلاش دارن در سرادای جمهوریت های آسیای میانه اونجا باید رفوس بکنن تا بتانن که از این طریق به ازبکستان و قزاقستان و قرقیز و تاجیکستان باید اینا یک رای را پیدا بکنن که اونجا آتش جنگ شعلاور بسازن.
و دیگه دوم از اینکه منطقه های شمال که اینا جنگ شدت بخشیدن، مردم شمال با طالبا اصلا هم فکر و هم سو نیستن. اینا میخواین اول کشت میکنن که باید شمال را تصرف بکنن، مثل ولایت جلجان، ولایت سرپل، ولایت قاریاب را و ولایت مزار شریفه در مجموع زون شمال شرق و شمال را. اینشالله طالب با آمدن مارشال صاحب دوستم حتما یک تغییرات کلی خواهد آمدن. مارشال صاحب دوستم سیاست شمونا میفهمن دیگر را و جنگش هم میفهمن. اینشالله مردم در قاری مارشال صاحب با تمام قوت ایستاد هستن، از نیروهای امنیتی، از سرزمین وطن خود دفاع خواهید کرد. این سرزمین برای ملت افغانستان یک ننگ است، ناموس است، شرف است، از این خود دفاع کردن. وکیل صاحب، شما هم تصمیم دارین در کنار ارتش ملی و خیزش‌های مردمی در ذوق اداره به خاطر قوت دادن، به خاطر انگیزه دادن کنارشان استاد شوین، در خط نبرد باشین؟ البته که ما چند روز پیش ما خودم در ولایت سرپل بودم، در پالی نیروهای امنیتی ما مشوره هایی داشتیم، در پالی مردم خود قرار داشتیم، بازم یک جلسه که در مرکز داشتیم در شورای امنیت ما را از اونجا خواستن، آمدیم تا مشوره هایی جا داشته باشیم که چه رقم بتانیم که شمال و شمال شرق یا ولایت سرپل ما مهار کرده بتانیم از جنگ که خانمانسوز امروز وطن ما را بسیار پریشانی ها کشن از این نجات بتیم. تعداد زیادی از مردمان شهر شبرغان ولایت جوزجان به این باور هستند که ولایت جوزجان انگشت ششم دولت است. شما تا چی اندازه به این باور هستین که این حرف حقیقت داره؟ حتی تا چند روز پیش رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به عنوان سرقومندان اعلی قوه مسلح کشور از جنگ شدید معاصری شهر شبرغان هم بیخبر بوده است. شما چی فکر میکنید این مورد؟ بسیار بباشین تکرار بکنید، صدایتان دانستن هستم. اکثر مردم ولایت جوزجان به این باور هستند که ولایت جوزجان را دولت افغانستان به عنوان انگشت ششم میشماره و دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خصوص جناب رئیس جمهور به عنوان سرقومندان اعلی قوه مسلح کشور از جنگ شدید شهر شبرغان، معاصره شهر شبرغان هم تا چند روز پیش بیخبر بوده است. شما چه فکر میکنید این چقدر خطرناک بوده میتونه که اگر به این گونه دولت تبعیض فکری و قومی و سمتی داشته باشه، چقدر خطرناک است؟ بسیار تشکر، سوال بسیار خوبی است. ایره هم اگه ملت افغانستان آگاهی داره که اینجا یک تعداد از عناصرهای که در ارگ جا باجای شدن، یک تعداد هم ستون پنجمی هستن که فعلا حکومت با چالش کشاندن، ملت افغانستان با چالش کشاندن، بخواستن که باید در طول 20 سال البته این قومگرایی را داشتن، تعصب داشتن، نگذاشتن که یک تعداد از قهرمانای ملت افغانستان در کرسی های بسیار بلند وطن پرستا در کرسی های بلندی باید باشن، نگذاشته. اینا خواستن که همیشه با یک دست یک علاقه خاص قدرت بمانه. البته سرمایه های افغانستان دزدیدن، ملت افغانستان امروز میبینین که با آتش جنگ میسوزانن، ولایت جوزجان و سرپل هم جز زمین ملت افغانستان بود که امروز با آتش جنگ استخباراتی هم میسوزن. چه فکر میکنین؟ دولت افغانستان برنامه نداره و یا هم اراده نداره که با طالب بجنگه؟ ما خود ایره خود تایید نمی کنم که ارادهش هم تقریبا تا جایی را اراده نسبی نداره، اراده 100% را نداشتن. اگر اراده 100% را می داشتن امروز طالبا به های عد به حد نفوذ نمی کردن در بین ولسوالی ها و قریه های افغانستان. اینا تلاش کردن تا دروازه های ولایت آوران، امیر ستون پنجمی که در اطراف رئیس جمهور هستن، در وزارتخانه ها هستن، بیرون از چوکات حکومتی هستن، اینا تمام قدرت شان خرج کردن. امروز میبینی که آتش جنگ داخل شهرهای بسیار بزرگ افغانستان آمدن. شما چی فکر میکنین که میکانیزم های متن صلح در بازی های سیاست افغانستان وجود داره؟ آیا دولت مردم به می باور میکنن به خاطر آمدن صلح آمده هستن قربانی بتن؟ بازم تکرار بکنین کمی صدایتان چی شد؟
بسیار ببخشید، من گفتم میکانیزم های صلح آیا با می باور است متن به نام صلح در بازی سیاست های افغانستان وجود داره؟ آیا به خاطر آمدن صلح دولت مردا آماده هستند که قربانی بتن، چوکی هایشان قربانی بتن، آماده هستند به نظر شما؟ البته که شما می فهمید که قربانی دادن ما در این وطن ما رواج نیست، هیچ یک رسم نیست که قربانی بتن. استفا اصلا در افغانستان وجود نداره. یک آدمی که کار که نکرده نتانستن، جواب ملت دادن نتانستن، اصلا استفا در این وطن هیچ رواج نیست. اینا که هرچقی ناتوان باشه، هرچقی که ملت افغانستان امروز به تلفات برسن، هر روزی که مردم صدا میزنه که استفا بکو، اصلا این استفا در این وطن گفتیم رواج نیست. ببینیم در این وطن امو کسایی آمدن که مردم اونا را یک توله نمیدانن که امروز باعث قماندان قرودوس، اونا را باعث مامور شش نمیدانن که امروز وزیر هستن. اونا کسایی هستن که بستای بسیار بلند کار میکنن، نه مدیر هستن نه مدیریت دارن. امروز افغانستان ما را با تباهی کشاندن. اینا کی میخواین که سول بیان تا اون روزه هستن که خودشان فرار بکنن، در جیبشان هم پاسپورت های سیاسی شان هستن بتانن که بعد از اون از این سرزمین هم و سرمایه افغانستان که بردن قبلا بازم بخواین که خود زنده بکشن. اونا پروای سول نداره در این وطن. دقیقا چه فکر میکنین؟ دو فکر که متفاوت میاندیشن. دولت افغانستان فکر حال خود داره، حال هوای خود دارد و همچنان طالبان بمین گونه. اونا به فکر رژیم هستند که بس در کل تغییرات میخوان به نام رژیم امارت اسلامی را میخوان در افغانستان داشته باشند. دو فکر آشتی ناپذیر در افغانستان با هم در تقابل قرار دارن. فکر میکنین اینا هم فکر میکنم صدای تا کمی چنده یک کمی دیگه صدا اگر چه من قول اگر تبتون از صدای مرد داریم فعلا؟ دارم بله دارم بله دارم. ما سوال ما می بود که ما گفتم دولت افغانستان آل هوای خود داره، سیاست های خود تعقیب میکنه و طالبان امین گونه تلاش میکنن که رژیم اماراتی را در افغانستان داشته باشند. حتی تصمیم به این ندارند که قدرت در قدرت شریک باشند، کوشش به این دارند که بیخی رژیم تغییر بدن. شما چه فکر میکنین؟ دو فکر آشتی ناپذیر کنار هم آمده جور خواهد آمدن و صلح در افغانستان خواهد آمد؟ مردم افغانستان شاید یک صلح خواهد بودن در از نظر شما؟ شما میفهمین خیشتر هم گفتیم که مدت یک و نیم سال است که پروسه صلح در کشورهای مختلف از شخصیت های دولت افغانستان و طالبا و جامعه جهانی اشتراک داشتن. یک از اون جلسات کسی یک پیام خوشی را به ملت افغانستان ندادن که اینا تفاهم شده باشه. یک حتی شما ببینید که به روز ایدم حتی آتش بس صورت نگرفت. ما چه خوشبینی داریم از این؟ اصلا هیچ ملت افغانستان از بابت صلح خوشبینی ندارن. امیدای سورم از خیش مردم رفت. یک پدیده گمشده ملت افغانستان پوچش سرگردان است. متاسفانه که نتانستن ایده پیدا بکنن. شما ببینید که جامعه جهانی با تمام قوتش آمدن، از چندین مملکت امیتر ملت افغانستان کنار گذاشتن، خودشان رفتن به وطنهایشان. امروز با دست استخبارات های منطقه‌ای که تقریبا 20 مملکت امروز آمدن به جان ملت مظلوم بیچاره افغانستان که تا اینا را پاره پاره بکنن، سرزمین از اینا را اشغال بکنن. سول اصلا درک نداره. ما امید خود از بابت سول از دست دادیم. اکثریت به می بارستن که دست های پنهان پیدا طالبان را اداره میکنه. شما هم به می معتقد هستین؟ چی گفتین؟ میربانی بفرمایید. اکثریت مردم به می بارستن که طالبان یعنی طالب افغانستانی نیستن و خودشان از خود یک فکر ندارن، دستای پیدا و پنهان اونا را اداره میکنن. شما هم به می باور هستین؟ بله، ما پیشتر گفته هستیم که تقریبا 20 مملکت استخبارات های دنیا اینجا آمدن در افغانستان. با دست طالب های وطنی ما تقریبا قدرت نیست. اینا می جنگن مگم اداره با دست کسایی هستن که از بیرونی ها آمدن، اونا مدیریت میکنن. شما ببینید در قطر همچنان امیتر کسایی هستن که با دست بیگانه ها اونجا جلسه قطر سازماندهی میشه. داخل افغانستان امروز ببینید که از چندین مملکت امروز آمدن سر فرمانده کل نیروهای طالب ها را اونا با دست دارن. اونا میتونن که هر طرف اونا ملت ما را بکشن و
سرکای ما را تخریب بکنن، جاهای عامل منفعه ما را تخریب بکنن. امروز ملت افغانستان از استقلالیت و خود از دست داده. به اساس گزارش ها در 6 ماه اخیر تقریبا بیشتر از 3 میلیون مردم مهاجر شدن و بیجا شدن و چندین بندرهای شارق افغانستان هم به دست طالبان است. چه فکر میکنین؟ چطور کار به اینجا کشاند؟ آیا فکر میکنین با این وضعیت که طالبان پیشروی ها داشتن دولت افغانستان در آستانه کدام تغییر رژیم خواهد بود از نظر شما؟ ما این را گفتنیستم انشاءالله خود ملت افغانستان همه دست به دست دادن، تقریبا بسیج شدن. توانایی دولت فکر میکنم این مدیریت جنگ از پیشتار رفته. یک چیزی که به هم بپاشه تا او را که جمع بکنن یک وقت رکار داره. البته که ملت افغانستان خودشان همه با یک پا ایستاد هستن، با یک صدا میکنن. انشاءالله در مقابل بیرونی ها خارج ها اینا میتونن کیستا شون و جنگ مدیریت بکنن. انشاءالله تعالی بیاری خدا نمیتونن که افغانستان اینا اشغال بکنن بیرون آمده، که مثل پاکستان است، مثل عرب هستن، مثل چیچین یا ازبکستانی ها نمیتونن انشاءالله تعالی. چند دقیقه وقت داریم در اخیر، اگر بپردازین روی جنبندی حرفایتان، جنگ افغانستان ختم خواهد شد؟ انشاءالله تعالی. ملت امروز آگاهی پیدا کردن که خارجی ها آمدن اشغال میکنن وطن ما را، سرزمین ما را، حتی از ننگ ناموسش ترسیدن. از ملت افغانستان به این فکر شدن که تا بتانن دست به دست بتن یک اتحاد اتفاقی را به میان بیارن. انشاءالله اتحاد اتفاقی ما را جنگ خاتمه بتن. تشکر میکنم از حضورتان جناب وکیل صاحب الحاج امیدالله بیک، نماینده منتخب مردم ولایت سرپل در مجلس نمایندگان، از اینکه مهمان برنامه ما شده این دعوت ما را پذیرفتین. از حضورتان سپاسگزار هستم. تشکر از شما که صدای مردم افغانستان را به گوش جهانیان میرسانید. سپاس از شما. سلام. تشکر میکنم از بیننده های عزیز که تا این دم برنامه را امرایی کردین. از اینکه در جریان برنامه سکتگی ها رخ داد از حضور همیتون پوزش میخواییم و امیدوار هستم که اما قسم مردم مجاهد افغانستان در طول تاریخ ثابت ساختن که ایچ زور نمیتوند، ایچ دست های بیگانه نمیتوند اونا را مورد آماج دستخوششان قرار بده. امیدوار هستم که با هم اتحاد اتفاق دست به دست هم داده به خاطر سرکوب کردن طالب تروریست از هیچ نوع تلاش دریغ نورزن. زنده و پاینده بمانین. تشکر. وقت بخیر.